همکارم شهلا آرسته در استودیو با ما هست. از واکنش‌های تازه مقام‌های دولت آمریکا از شما بشنویم. در ادامه واکنش مقامات دولت از دیروز، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با مقامات و همتاهای خودش در کشورهای خاورمیانه و اروپا تماس تلفنی داشت، از جمله که در این تماس‌های تلفنی عمدتاً بر تلاش هماهنگ میان آمریکا برای توقف فوری این حملات تروریستی به در این بیانیه‌ها خشونت‌بار حماس به اسرائیل تمرکز داشته، از جمله اونها آلمان، بریتانیا، ایتالیا، اردن، قطر، ترکیه، عربستان سعودی، مصر و تشکیلات خودگردان فلسطینی و البته مقامات و همتای اسرائیلی آقای بلینکن. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم در ایکس در بیانیه اعلام کرد سنتکام از نزدیک وضعیت مربوط به حمله تروریستی وحشتناک حماس علیه مردم اسرائیل رو دنبال میکنه. ما در کنار اسرائیل ایستادیم و از دست رفتن جانها در این حملات رو تسلیت گفته و اضافه کرده که سنتکام همچنان با همتایان خودش در این ارتباط در تماس میمونه. آقای عزیزیان، از قانونگذاران آمریکایی چه واکنشی دیده شده؟ تعداد بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب حملات اسرائیل به حماس به اسرائیل رو محکوم کردند و حق اسرائیل رو برای دفاع از خودش حمایت کردند، که در میان اونها این تفاوت وجود داره که جمهوری خواهان به اون 6 میلیارد دلاری که دولت آقای بایدن برای حکومت تهران آزاد کرد گفتن که این موجب جریتر شدن جمهوری اسلامی و تامین مالی اون برای گروه‌های نیابتیش است و از جمله حماس که این حملات رو انجام داده. از جمله اونها کلودیا تنی نماینده جمهوری خواه در ایکس نوشت اشتباه نکنید، حماس توسط ایران تامین مالی میشه. ایران 6 میلیارد دلار باج از دولت بایدن دریافت کرد، ایران پول از حمله امروز پشتیبانی میکند. و او در پست دیگری هم نوشت در 18 اکتبر تحریم های موشک های بالستیک سازمان ملل متحد علیه ایران به پایان میرسه، آلمان و بریتانیا و فرانسه قدرت تمدید این تحریم ها رو از طریق مکانیزم ماشه دارند ولی از انجام اون امتناع میکنن. و اضافه کرده ما نمیتونیم اجازه بدیم که این تحریم های حیاتی علیه تهران منقضی بشه، چون که اونها ترویج تروریست در سراسر خاورمیانه و جهان رو ادامه میدن. جمهوری خواهان دیگری هم از جمله جو ویلسون، مایکل مکال، تام کاتن، تد یانگ، جونی انس، مارشال بلکبرن، بیل هگتی، تد کروز و جیمز ریش و برخی دیگر هم واکنش های مشابهی نشون دادن. قانونگذاران دموکرات هم از جمله مثل کریس ون هولن، الیزابت وارن، کریس مرفی، جیم کاستا، گریگوری میکس و بن کاردین و همچنین در رده رهبری میچ مکانال و چاک شومر و جیم حکیم جفریز همگی در بیانیه های در ایست واکنششون دادن. حالا این واکنش ها رو داشتیم، آیا اقدام بیشتری قرار صورت بگیره یا نه؟ بن کاردین رئیس کمیته روابط خارجی سنا که جایگزین آقای منندز شده فعلا در این کمیته، ضمن محکوم کردن اسرائیل در یک بیانیه نوشت میدونم در روزهای آینده و هفته های آینده دولت و کنگره آمریکا موظفه که نوع کمکی رو که بستر تشکیل روابط ایالات متحده و اسرائیل رو تشکیل شکل بخشید به اسرائیل ارائه کنه. و اضافه کرد که قصد داره که برای تکمیل مجدد دفاع موشکی برای گنبد آهنین اسرائیل رو فراهم بکنه و کمک های مالی تکمیلی رو برای اسرائیل فراهم کنه. ممنونم. واکنش های بیشتر رو با شما دنبال خواهیم کرد در بخش بعدی خبر. سپاسگزارم.